سلام، من ایمان هستم. به چنل من خیلی خیلی خوش اومدین. امروز میخوام توی این ویدیو براتون بگم چجوری کسی که نمره حالا دیپلمش توی ایران شده 17 چجوری میتونه با اون نمره 17 بره آلمان و پزشکی، دندون یا داروسازی بکنه. فقط خیلی مهمه که حتما قبل از این که این ویدیو رو ببینید، یه ویدیو قبلی من ساختم تو گفته بودم که چجوری شانس پذیرشون رو ببرید بالا. اون ویدیو رو حتما قبل این ببینید. یه سری توضیحاتی که من اینجا میدم و قبلا اونجا توضیح کاملش دادم، پس حتما قبل از این ویدیو بریم اونو ببینید و برگردیم بعد ادامهش رو اینجا با هم بگیم. خب، اول از همه اینکه اگر شما هنوز دبیرستانی دهم یا دوازدهم کامل تمرکزتون روی این باشه که نمرتون رو ببرین بالا، اصلا کار نداشته باشین که با نمره 17 میشه رفت آلمان، نمیشه پزشکی، میشه خوند یا نه، اول تمرکزتون روی این باشه که نمرتون بره بالا. حالا کسایی که دبیرستانی بودن، دبیرستانشون تموم شد، الان دیپلمشون رو گرفتن و حالا برفرض ما میگیم کسی که شده نمرش 17 که به سیستم آلمانی، سیستم آلمان، نمره بندی آلمان، نمره 17 میشه 1.9. مثلا نمره 20 میشه 1.1. نمره 20. الان کسی که ما میخواییم مثال بزنیم، مثلا نمره شده 17 به سیستم آلمانی میشه 1.9. خب حالا کسی که شده نمرش 1.9، اول میاد اپلای میکنه، یک کال پذیرش میتونه بگیره، مشکل نداره پذیرش، نمرش پذیرش میگیره و میره و وارد کالج میشه. حالا چیزی که مهمه چیه؟ اول از همه شما تحقیق کنین در مورد کالج که میخواین انتخاب کنین. توی یوتیوب، توی یه سری کانال ها هست که بچه ها تجربه هاشون رو گذاشتن، ببینید کالجی برید که سختگیری خاص نداشته باشه، یا مثلا کالجی برید که خوب نمره بدن معلماش. تجربه های بچه‌ها که بخونید، مثلا میگه آقا فلان کالج ما هیچ کی 20 نتونست بشه، خب اونطور کالج ها نره. سعی کنید اولین نکته این که کالجی انتخاب بکنید برای پذیرش گرفتن و تحصیل اون یک سال که نمره خیلی خوبی بهتون بده، این اول خیلی مهمه. بعد شما اومدی و اپلای کردی و پذیرش گرفتی و رفتی، و اون یک سال کالج خیلی خیلی مهمه که شما خیلی خوب به معلم گوش بدین. یعنی همیشه من گفتم تو آلمان هر چی میگن همون تو امتحان آخر ترم میارن. مثلا مثل ایرانی ما میرفتیم مثلا درس ریاضی، معلم یه چیزی میگفت تو امتحان چیزا عجیب غریب میگفت، نه تو آلمان شما حتما خیلی حواستون به کلاس باشه، خوب درس بخونین، سر کلاس دقیقاً چیزی که ازتون میخوان و انجام بدین. تو آلمان هر چیو که میگن دقیق انجام بدین، نمره خوبم بهتون میدن. خب ما میگیم کسی که نمرش بوده 17، دیپلمش 1.9، اومده دوره کالج هم گذرونده، بعد کالج امتحان FSP واره نمرهاش هم خوب شده، ببینید نمره این کسی که 17 شده نمیتونه بگه من میرم آلمان میشم 20، مثلا نمره میشه 1، نه مثلا نمیشه همچی چیزی. تو ایران با یه سیستم آموزشی راحت و امتحانات راحت‌تر و کشور خودتو مثلا نتونست نمره خوب بگیره. میگیم شما یه کالجی برین که نمره دهیش خوب باشه، تو اون دوره یک ساله هم خیلی خوب بخونید و تلاشتون رو بکنید، بعدش بتونید امتحان FSP و در مجموع کل نمراتون بشه 1.2. خب که به سیستم آلمانی 1.2 به چیز خودمون میشه 19 خورده اینا 1.2. بعد شما که تموم کردین و کالجتون نمرتون شد 1.2، نمره کالجتون، سیستم آلمان اینجوریه که شما نمره ایرانتون ضریب 1 داره، نمره ای که آخر کالج میگیرین با استفاده از آزمون FSP ضریب 2 داره. خب یعنی چه جوری میشه؟ یعنی اینکه شما مثلا نمره ایرانتون شده 1.9، آلمان 1.2، اون ضریب 2 میگیره میشه 2.4، 2.4 به اضافه 1.9 میشه، جمعش میشه 4.3، تقسیم بر 3 میشه حدودا میشه 1.4 خورده، 1.4 بگیم روندش کنیم. خب پس شما که کالج رو خوب بگذرونید با اون نمره بعد ایرانتون بوده 1.9، آخر کالج تموم میشه و شما بعدش میخوای اپلای کنیم برای دانشگاه، نمرت میشه چند؟ 1.4 خورده، حالا روندش میکنیم میگیم 1.4. خب بعد حالا کار دیگه که شما میتونی بکنی اینجا که نمرت رو بهبود ببخشید، تو ویدیو قبلی هم یه سری توضیحات برش دادم، حتما ببینید اونو، گفتم که شما آزمون تستاس میدید. خب آزمون تستاس اولا میگم چیز راحتی نی که بگین میترکونم، نه اونم آزمون راحتی نی، یک متر سخته، از 1 تا 8 اگه اشتباه نکنم تا 7 هم تا
توی نمرتون رو بهبود ببخشین، که یه نمره که اکثریت میتونن بگیرن و یه نمره اوکیه، میتونین باش آزمون رو بدین و به نمره اصلیتون کمک کنین، 2 دهمه. اکثر کسایی که نمره میدن میتونن 2 دهمو به نمره کلشون، نمره خودشون اضافه کنن. خب پس من گفتم اینجا شده بودی 1.4 نمره کالج تو دیپلم ایرانت، میری آزمون تستاس هم آمادگیشو که آماده میشی براش، آزمون میدی 2 دهم هم اونجا بهت کمک میشه، و اینکه در مجموع 1.9 با 1.2 کالج شده 1.4، اون 1.4 هم 2 دهم تستاس میدی بهش کمک میکنه میشه 1.2. خب این 1.2 شما باش میتونی که پزشکی، دندون، دارو، حالا پزشکی شاید دانشگاه خیلی تاپ نشه، اونا 1 میخوان، بستگی داره چه زمانی اپلای کنید. یه موقعی هست که من تو یک ویدیو هم مثلا زدم براتون، یک دوستای من با نمره 1.2 بود، اگه اشتباه اونا 1.2 بود، اپلای کرده بود، بعد یه ترم اپلای کرد، هیچ دانشگاهی قبولش نکرد، نمرش خوب نبود، یعنی کافی نبود برای پزشکی. ترم بعدش اپلای کرد، 4 جا بهش پذیرش دادن. بس نمیشه حتمی بگی، ولی با 1.2 شما دارو، دندون، پزشکی حتما یه دانشگاه قبول میشید. شاید تاپ ترین دانشگاه نباشه، اما قبول که بشید حتما میتونید با این نمره قبول بشین. و اینکه یه نکته هم بهتون بگم، اینکه بعضیا میگن من مثلا نمرم شده 15 یا 16 خوام برم آلمان پزشکی بخونم و تستاس فلان میدم و اینا، یکم واقع بین باشین. تو ویدیو قبلی هم یکم بهتون گفتم در این مورد، کسی که تو ایران حالا با سیستم خیلی راحت تر با امتحانات دیپلمی که از تو کتاب برمی‌دارن سوال می‌ذارن، کار عجیبی نمی‌کنن، امتحان دیپلم هم ضریب بالا بهش میدن که دوباره اگه شما خراب کردی قبلا بتونی نمرتو درست کنی، با اون همه کاری که برای شما انجام میدن داخل ایران و شهر خودتون و زبون خودتون رو، با این مسائل نتونستی نمره خوب بگیری، حالا به هر دلیلی انتظار نداشته باشین که مثلا اینجا توی آلمان یه بهتری کنی یا کار خفنه کنی. واقع بین باشین، اگه نمرتون زیر 17 یا حالا رشته های غیر این ستا رشته اصلی رو در نظر بگیرید، یا اینکه اگه نمرتون خیلی پایینه، مثلا کسی که نمرش 15 یا 16 زیر 16، دیگه به فکر کالج نباشین، بیشتر به فکر مثلا آوسبیلدونگ و اینطور کارا اگر حتما ما میخوام بریم، به فکر اون مسائل باشین. و اینکه ناامیدم نشین، گفتم کسی که با نمره 17 هم هست، حالا به هر دلیلی تو ایران نخونده، کمکاری کرده، جوان بوده، هر چی مهم نیست، نخونده شده 17، الان با این 17 اگر که خوب تلاش بکنه اون دوره کالج خوب بره، نره یه کالج خیلی سخت رو انتخاب کنه که سخت گیرن، بتونه خوب بخونه، خوب کار کنه، 1.2 بگیره، بعدش هم تستاس متوسط، تستاس هم کسی هست که 3-4 تستاس میتونه نمره بگیره، خیلی میتونه خودش کمک کنه، نمیگیم نمیشه، میشه، اما چیز متوسط 2 دهمه، 2 دهم هم تو تستاس بتونه بگیره و یه پوان مثبتی براش حساب بشه، به خودش کمک بکنه، میتونه پزشکی، دارو، دندون رو قبول بشه و بره با خیال راحت بعد از کالجش اپلای کنه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین، لایک و ساب یادتون نره، کامنت هم حتما برام بذارید، سوالاتون رو هرچی که هست بپرسید جواب میدم. لطفاً یه دونه کامنت انگلیسی یا به زبان آلمانی هم برام بذارید که الگوریتم یوتیوب شما رو بشناسه. خیلی ممنون، بدرود.